فصل دوم عیسی در ایام زمامداری هیرودیس پادشاه در بیت لحم یهودیه تولد یافت. پس از تولد او، مجوسیانی از مشرق زمین به اورشلیم آمده پرسیدند: پادشاه نوزاد یهودیان کجاست؟ ما طلوع ستاره او را دیده و برای پرستش او آمده ایم. وقتی هیرودیس پادشاه این را شنید، بسیار مضطرب شد و تمام مردم اورشلیم نیز در اضطراب فرو رفتند. او جلسه ای با شرکت سران کاهنان و ملایان قوم یهود تشکیل داد و درباره محل تولد مسیح موعود از ایشان پرسید. آنها جواب دادند: در بیت لحم یهودیه، زیرا در کتاب نبی چنین آمده است: ای بیت لحم در سرزمین یهودیه، تو به هیچ وجه از سایر فرمانروایان یهودا کمتر نیستی، زیرا از تو پیشوایی ظهور خواهد کرد که قوم من اسرائیل را رهبری خواهد نمود. آنگاه هیرودیس از مجوسیان خواست به طور محرمانه با او ملاقات کنند و به این ترتیب از وقت دقیق ظهور ستاره آگاه شد. و بعد از آن آنها را به بیت لحم فرستاده گفت: بروید و با دقت به دنبال آن کودک بگردید و همین که او را یافتید به من خبر دهید تا من هم بیایم و او را پرستش نمایم. آنان بنا به فرمان پادشاه حرکت کردند و ستاره‌ای که طلوعش را دیده بودند پیشاپیش آنان می‌رفت تا در بالای مکانی که کودک در آن بود توقف کرد. وقتی ستاره را دیدند بی‌نهایت خوشحال شدند. پس به آن خانه وارد شدند و کودک را با مادرش مریم دیده و به روی در افتاده او را پرستش کردند. آنگاه صندوق‌های خود را باز کردند و هدایای شامل طلا و کندور و مر به او تقدیم نمودند. چون در عالم خواب به آنان اخطار شد که به نزد هیرودیس باز نگردند، از راهی دیگر به وطن خود برگشتند. پس از رفتن آنان، فرشته خداوند در خواب به یوسف ظاهر شده گفت: برخیز، کودک و مادرش را بردار و به مصر فرار کن، و تا وقتی که به تو میگویم در آنجا بمان، زیرا هیرودیس میخواهد کودک را پیدا کند و به قتل برساند. پس یوسف برخاست و مادر و طفل را برداشته در همان شب عازم مصر شد و تا وقت مرگ هیرودیس در آنجا ماند و به این وسیله سخنی که خداوند به زبان نبی فرموده بود تحقق یافت که پسر خود را از مصر خواندم. وقتی هیرودیس متوجه شد که مجوسیان او را فریب دادن، بسیار غضبناک شد و فرمان قتل عام پسران 2 ساله و کمتر را در بیت لحم و تمام حومه آن طبق تاریخی که از مجوسیان جویا شده بود صادر کرد. به این ترتیب کلماتی که به وسیله ارمیای نبی بیان شده بود به حقیقت پیوست. صدایی در رامه به گوش رسید، صدای گریه و ماتم عظیم. راحیل برای فرزندان خود گریه می کرد و تسلی نمی پذیرفت، زیرا آنان از بین رفتند. پس از درگذشت هیرودیس، فرشته خداوند در مصر در عالم خواب به یوسف ظاهر شده به او گفت: برخیز و کودک و مادرش را بردار و به سرزمین اسرائیل روانه شو، زیرا آن کسانی که قصد جان کودک را داشتند درگذشتند. پس او برخاسته کودک و مادرش را برداشت و به سرزمین اسرائیل برگشت. ولی وقتی که شنید آرکلاوس به جای پدر خود هیرودیس در یهودیه به فرمانروایی رسیده است، ترسید که به آنجا برود. و چون در خواب به او وحی رسید به سرزمین جلیل رفت و در آنجا در شهری به نام ناصره ساکن شد. بدین طریق پیشگویی انبیا که گفته بودند او ناصری خوانده خواهد شد تحقق یافت.